سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک غذای خیلی خوشمزه به نام شامی رودباری. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. موادی که نیاز داریم عبارتند از 3 عدد پیاز متوسط، 3 عدد گوجه فرنگی متوسط، 400 گرم گوشت چرخ کرده گوساله و یا مخلوطی از گوساله و گوسفند، روغن زیتون برای سرخ کردن، 2 قاشق غذاخوری رب انار، 5-6 قاشق غذاخوری جعفری و گشنیز تازه ساتوری شده و ادویه هامون شامل 1 قاشق غذاخوری پودر گلپر، 1 قاشق غذاخوری پودر ریحون خشک، نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه، 1 قاشق چای خوری زردچوبه و به میزان لازم نمک. دوستان عزیزم، در ابتدا 2 تا از پیازهایی رو که داشتیم با رنده ریز رنده میکنیم و آب اون رو کاملا میگیریم. حالا گوشت چرخ کردمون رو بهش اضافه میکنیم و همینطور نمک، گلپر، ریحون خشک، زردچوبه و فلفل. من از ریحون خشک استفاده کردم، ریحون تازه نداشتم. اگر شما از ریحون تازه استفاده می‌کنید، ریحون تازه ساتوری شده میتونید به جای ریحون خشک از 2 قاشق غذاخوری ریحون تازه استفاده کنید. خب اینها رو هم داخل کاسه می‌ریزیم به همراه گشنیز و جعفری تازه ساتوری شده. حالا همه رو با هم دیگه خیلی خوب ورز میدیم. حدود 7-8 دقیقه باید گوشت رو ورز بدیم تا حالت چسبندگی پیدا کنه. عطر این شامی فوق‌العاده عالی هستش به خاطر گلپری که توش داره و سبزی‌های معطر. البته سبزی معطری که اصل این غذا هست، سبزی معطر محلی هست که معمولاً در دسترس همه نیست، ولی خب میتونیم جایگزین اون سبزی‌های معطری رو که خدمتتون گفتم بکنیم. گشنیز، جعفری و ریحون. من اینها رو خوب ورز میدم، بعد میگردم و دوباره فیلم میگیرم. خب بعد از اینکه گوشت رو خیلی خوب ورز دادیم، روی اون رو میپوشونیم و داخل یخچال قرار میدیم برای نیم ساعت تا 45 دقیقه. خب دوستان عزیزم، من حدود 45 دقیقه مایه گوشتی رو داخل یخچال گذاشتم و کاملا مزه‌دار شده و الان موقع آماده کردن شامی هامون هستش. داخل یک ماهیتابه مقداری روغن زیتون بودار می‌ریزیم و شعله اجاق گاز رو روی حرارت ملایم می‌ذاریم. از روغن زیتون بودار استفاده کنید و مطمئن باشید که وقتی که غذا آماده شد به هیچ عنوان بوی زیتون رو حس نمی‌کنید. حالا مقداری از اندازه نارنگی از مایه گوشتیمون بر می‌داریم و داخل دستمون اون رو شکل می‌دیم. می‌تونید اون رو به صورت گرد دایره‌ای درست کنید و یا می‌تونید اون رو به شکل سنتی اون حالت بیزی. من اون رو به صورت بیزی درست می‌کنم. به این شکل اون رو فرم می‌دیم. حالا اون رو صاف می‌کنیم. دور و برش رو هم یک کمی مرتب میکنیم. خب میذاریم توی ماهیتابه برای سرخ شدن. خب به این شکل تمام کتلت هامون رو، تمام شامی هامون رو آماده میکنیم و با حرارت ملایم. و لازم نیستش که شامی ها خیلی سرخ بشن، رنگشون که طلایی شد کافیه. خب من تمام شامی ها رو آماده میکنم، برمیگردم و در خدمتتون هستم.
خب یک طرف شامی هامون طلایی شد، همونطور که گفتم نباید کاملا سرخ بشه، به همین شکل حالت طلایی که شد اون رو بر میگردونیم و منتظر میشیم تا طرف دیگه اون هم سرخ بشه. خب حالا سس شامیمون رو درست میکنیم. برای این کار یه دونه از پیازهایی رو که باقی مونده بود اون رو به صورت خلالی خورد میکنیم و با یکی دو قاشق روغن داخل یک ماهیتابه اون رو تفت میدیم تا به صورت طلایی در بیاد. بعد از اینکه پیازهامون به این صورت طلایی شدن، حالا سه تا گوجه فرنگی رو که داشتیم با رنده اونها رو به صورت پوره در میاریم و توی این مرحله به پیازداغمون اضافه میکنیم. حالا به همراه پیازداغ اون رو حدود 3 دقیقه تفت میدیم تا از حالت خامی در بیاد. بعد از اینکه 3-4 دقیقه هم پوره گوجه فرنگی رو به همراه پیازداغ تفت دادیم، حالا نوبت اضافه کردن نمک و فلفل سیاه میرسه. یه مقدار خیلی کم فلفل سیاه و مقدار خیلی خیلی کم نمک رو بهش اضافه میکنیم. یادتون باشه که خیلی سریع این غذا شور میشه. خیلی کم بهش داخل سس نمک میزنیم. خب حالا موقع اضافه کردن رب انار هست. رب انار رو هم اضافه میکنیم و حدود 1 دقیقه دیگه با بقیه مواد اون رو تفت میدیم، نه بیشتر. رب انار رو هم تفت دادیم، حالا حدود 1.5 تا 2 لیوان هم آب اضافه میکنیم و میذاریم تا به جوش بیاد با شعله زیاد. وقتی که به جوش اومد برمیگردم و ادامه‌ش رو خدمتتون میگم. وقتی که سس به جوش اومد، حالا شامی هایی رو که آماده کرده بودیم رو داخلش میچینیم. بعد از اینکه شامی ها رو داخل سس چیدیم، در ماهیتابه رو میذاریم و با شعله ملایم اجازه میدیم که شامیمون برای 45 دقیقه تا 1 ساعت آماده بشه و غذامون جا بیفته. خب دوستان عزیزم، شامی رودباریمون هم آماده شد، سسش غلیظ شده، اما نباید بذارید که کاملا خشک بشه، در همین حد خوبه. خب یه غذای فوق‌العاده خوشمزه و خوش عطر و بو، ترکیب گلپر، رب انار، سبزیجات معطر و زیتون، یک ترکیب واقعا عالیه. خب این غذا رو میتونید با نون و یا با کته نوش جون کنید که خیلی هم میچسبه. امیدوارم که این غذای خوشمزه رو آماده کنید، مطمئنم که خیلی خوشتون میاد. من این غذا رو میبرم داخل یک ظرف سرو میکنم و تقدیمتون میکنم. دوستان عزیزم، شامی خوشمزه رودباریمون هم آماده شد و من اون رو تقدیم میکنم به همه شما دوستان عزیزم. امیدوارم که از این شامی هم خوشتون اومده باشه، اون رو آماده کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. لطفا ویدیوهای من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید و لطفا سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.